29 روز تیر ماه برابر با 20 ژوئیه سال 1262 خورشیدی برابر با 1883 میلادی زاد روز بنیتو موسولینی. بنیتو موسولینی که در یک خانواده فقیر در شمال ایتالیا متولد شد، پس از پایان تحصیلات دانشگاهی به روزنامه نگاری روی آورد و با استفاده از شورش ها و هرج و مرج موجود در ایتالیا حزب فاشیست را به وجود آورد و رهبری آن را بر عهده گرفت. او سپس با پیروزی این حزب در انتخابات با جلب رضایت پادشاه ایتالیا به نخست وزیری رسید و با شدت عمل کشور را از وجود مخالفان خود پاک نمود. وی در اندک زمان ایتالیا را زیر سلطه حزب فاشیسم درآورد و همزمان در دوران حکومتش فعالیت‌های عمرانی فراوانی انجام داد. با روی کار آمدن هیتلر در آلمان، موسولینی به او نزدیک شد، به طوری که نیروها و تجهیزات ایتالیا همراه با نیروهای آلمان در جنگ‌های داخلی اسپانیا به نفع سلطنت طلبان فعالیت می‌کردند. موسولینی برای استحکام موقعیت ایتالیا در دریای مدیترانه و تسلط بر دریای آدریاتیک به آلبانی حمله برد و با وجود مقاومت شدید مردم آن کشور، آلبانی را تسخیر نمود. با آغاز جنگ جهانی دوم، موسولینی رسما حمایت خود را از هیتلر اعلام کرد و سال بعد نیز آشکارا ارتش ایتالیا را وارد صحنه‌های جنگ نمود. وی پس از یک رشته پیروزی‌ها و شکست‌ها و اشغال ایتالیا از قدرت برکنار شد و در نهایت پس از یک محاکمه کوتاه در 62 سالگی اعدام گردید. سال 1272 خورشیدی برابر با 1893 میلادی واگذاری شیلات شمال ایران به استفان لیانازوف سرمایدار روسی. پس از آن که ناصرالدین شاه قاجار امتیاز رویتر مبنی بر تأسیس بانک شاهنشاهی و بهره‌برداری از بعضی معادن ایران را به انگلیسی ها واگذار کرد، دولت روسیه نیز در صدد اخذ امتیاز جدیدی برآمد. سرانجام دولت روس با تحت فشار قرار دادن شاه، امتیازات متعددی از جمله امتیاز شیلات شمال ایران و صید ماهی و نیز امتیاز تأسیس بانک استقرازی را به دست آورد. در این میان استفان لیانازوف از سرمایه‌داران روس توانست امتیاز شیلات شمال ایران را از شاه ایران بگیرد که پس از مرگش این امتیاز به ورثه او منتقل گردید. سال 1316 خورشیدی برابر با 1937 میلادی در گذشت گولیلمو مارکونی، دانشمند ایتالیایی و مخترع رادیو. گولیلمو مارکونی، مبتکر ایتالیایی که در شهر بولونیای ایتالیا دیده به جهان گشود، از دوران کودکی به رشته برق علاقه فراوان داشت. وی در حین تحقیقاتش دریافت که جمعی از دانشمندان درباره انتقال امواج الکتریکی و یافتن آنها دچار مشکل شدند. سپس آزمایش‌هایش را بر روی این طرح متمرکز کرد و پی برد که میتوان به وسیله یک دستگاه بی سیم اخبار را از فاصله نسبتاً دور مخابره کند و اگر اجزای دستگاه را کامل کند، کاربردش موفقیت آمیزتر خواهد بود. مارکونی سرانجام پس از 2 سال تلاش موفق به اختراع فرستنده‌ای شد که امواج بی سیم را تا چند صد متر منتشر می کرد. وی کمی بعدتر اولین دستگاه رادیو را اختراع کرد.